همون جوری که امام حسین برای حفظ اساس اسلام رفت بلغ ما بلغ، امام هم در این زمان اساس اسلام را در خطر دید و صریحا گفت بلغ ما بلغ، و به قدری درست تشخیص داده بود که اگر این قیام امام نبود، این انقلاب عظیم درخشان نبود و مردم گرد امام جمع نشده بودند و امام هم با اون قدرت و صراحت نمی ایستاد، من تصور نمی کنم که امریکا تا حالا اسلامو باقی گذاشته بود. الان می بینی چجور به جان اسلام افتاده. امریکا اون وقت اسلام رو نمی شناخت و افکار مردم رو نمی دونست، اما امام می دونست. و لذا فرق امام مثلا با بعضی از کسانی که خیلی علاقه به انقلاب داشتن مثل جمال، فرقش این بود سید جمال میخواست اسلام رو پیاده کنه ولی خیال میکرد بره با زمامدارا صحبت کنه. امام گفت زمامدارا مقامشون رو به این حرفا ویل نمیکنن، اینا کیان؟ باید مردم رو اداره کرد. امام مردم رو اداره کرد و مردم حرکت کردن. حرکت اول همون میدان ارک بود، اون کارا رو کردن ولی تمام نشد. امام ایستاد، مردم هم ایستادن. اون طوری که این کتابی که اخیراً در باب سلطنت پهلوی نوشته، این باور نمی کرده که مردم اینقدر حرکت کردن. شاه باور نمی کرده. در یکی از راه پیمایی ها سوار هلیکوپتر شده، آمده بالا سر مردم از میدان امام حسین تا میدان آزادی، دیده تمام این خیابون ها مملوه. اون تو دیگه گفته کسی دیگه به تهرون بوده. این جریان بود و این پیروزی بود و امام هم تمام مراحل و مدارج رو به این کیفیت پیمود و خداوند هم امام را یاری کرد و موفقیت پیدا کرد برای انقلاب و اساس اسلام به لطف الهی باقی مونده. و الان ملاحظه کنید دستگاه فرستنده صدا و سیما، تمام ارتش، تمام نظامی ها، سپاهی ها، همه نیروهای مسلح، مدارس، من نمیخوام بگم همه به دین حالا عمل میکنه، ولی آقا اصلا تمام صدا و سیما زیر پرتو اسلام قرار گرفته. الان یه برنامه قبل از ظهر که بچه ها باید نماز بخونن، اثر روانی نماز در بچه ها چی؟ رهبر معظم انقلاب آقای خامنه‌ای واقعا مثل یک مرد ملایی که رفته رو منبر میخواد درس اسلام رو بگه و احکام دین رو بگه، اینجوری داره نهی از منکر میگه که رادیو پخش کنن، تلویزیون پخش کن. آقای رفسنجانی هم همینطور. صحبت این الان بر محور اسلام میگردد و خداوند انشاء الله آقای خامنه ای و آقای رئیس جمهور و دستگاه های خدمتگزار دین خدا را نگاهداری و حمایت کند برای اینکه اینها بتوانند دین خدا را به شایستگی و خوبی پیاده بنمایند. سوالی که از محضر حضرت عالی داشتم این که حضرت عالی در طول زندگی خودتون اینجور نبود که دنبال هر صدایی حرکت کنید، قبلا هم فرمودید پیرامون حرکت ملی شدن صنعت نفت و اینها. میخواستم ببینم در حضرت امام چه ویژگی هایی دیدید که واقعا از روزی که نهضت آغاز شد شما در کنار ایشون مبارزه را دنبال کردید و در این راه زندان و خیلی مصائب دیگر را تحمل کردید. من به طور کلی اولا در امام
یک ایمان قوی ثابت دیدم. به علاوه بر این مرد ملای مجتهد واقف به دقایق احکام اسلام دیدم، علاوه عزم آهنین دیدم. من اسم نمیخوام ببرم، با خیلی از علما و بزرگان من سر کار داشتم. آقا یه مطلبی رو تصمیم میگرفت، یه نفر یه جمله میگفت، دو دل میشد، من باب احتیاط عقب میشست. این اینجور نبود آقای امام. من میدونستم این هدف خیلی بلنده، ولی این شایسته پیمودن این راهه. این اینجور نیست که دو دل و مردد باشه، پس بگیره حرفشو و عقب بره. بنابراین دریچه بود خود من در زمان آقای بروجردی اون همه اعتراض داشتم به گناهان دولت، به تجاوزهایی که به حریم اسلام می شود، به تجاوزهایی که به حدود روحانیت می شود. اون همه خودم صحبت کرده بودم، ولی خب نتیجه صحبت من در حد انتقاد. اما دیدم امام آمده اونایی رو که من اون وقت میگفتم و نمیشد پیاده بشه، این در کانالی واقع شده و مردم بسیاری در این مسیر دنبال امام میرن با خلوص و عقیده، که من اگر نگویم یقین کردم، لااقل باید بگم ظن خیلی قوی پیدا کردم که راه پیروزی اسلام این مسیری است که این آقا پیدا کرده و میخواد بپیماید. خصوصا از وقتی درس ولایت فقیه رو شنیدم، اون درس ولایت فقیه به من کانال رو نشون داد، یعنی راه رو نشون داد. آخه من یاد دارم اوائل امر که صحبت قیام امام بود، قبل از تبعید شدن اون حرفا، من فراموش نمی کنم. یه روز یه جلسه ای بود، یه نهاری بود، یه چند نفری بودن، البته اینا از رجال سیاست بودن. یکی از اینا گفت که فلانی این همه حالا راه افتادین، یعنی حالا آخونده میخوان شاه بشند، آخونده میخوان مملکت اداره کنند، اصلا خودتون رو فراموش کردید؟ میدونید چی کار اینا رو میگفتند؟ اصلا باور نمیشد که آخوند بیاد مملکت اداره کنه. اما من دیدم امام در نجف ولایت فقیه مینویسه. من با این باورهای باطنی که پیدا کردم، دیدم باید هماهنگی کرد. خیلی هم در این کار با صدمه خوردیم، صدمه زیاد. من میدونی چون نزدیک 8 سال منبر من ممنوع شد برای یک کلمه نام امام بردن. حالا من بعدا عرض میکنم بهتون، 8 سال این کال 2 روز، 3 روز، 5 روز، 10 روز نبود. من با کمال نیرومندی به فضل الهی، به شرحی که بعد عرض می کنم که چقدر آمدن به من مراجعه کردن از طرف شاه و دولت و تمکین نکردم، با کمال قوت ایستادم برای اینکه من بتونم در این مسیر اونطور که باید بروم. همچنان که فرمودید نقش اساسی را شخص امام داشتن در پیروزی انقلاب، که یک رهبر حکیم، دانا و دوراندیشی بودند. در مرحله بعدی نقش علما و روحانیون و ملت در یاری دادن به امام در چه مرحله بود و چگونه اینها توانستن راه امام را و اندیشه امام را فراگیر کنند و در میان مردم گسترش بدن؟ اینها را باید عرض کنم که یک عده‌ای از آقایان پاک دل و خوب و
وقتی دیدن مردم اینقدر آمدن امیدوار شدن به این که بتونن اسلام رو پیاده کنن و لذا دنبال امام آمدن. اونا با خلوص قبل از امام نمیتونستن باور کنن. یکی مرحوم اسلام آباد خونسالی بود، وقتی میگفتم یادمه میگفتن آقا یک کاری بگو، با چه قدرت، با کدام قدرت؟ اصلا احتمال قدرت نمیداد. خب آقا دیگران هم همینطور بود، ولی خب وقتی دیدن امام رفته و مردمم دارن میان، یه عده با خلوص نوشتن. بعضی هم مخالفت کردن، خیلی ضربه خوردن، صدمه خوردن، اما علی ای تقدیر رهبر اونقدر لایق و قابل بود که ناچار شدن به تبعیت. من یک منبری رفتم در مرکز حزب، به نظرم میاد در اولین سال بعد از انفجار حزب، در اونجا خیلی هم جمعیت بود، همون سرچشمه. من در ضمن سخنرانی هام گفتم یه حادثه خیلی سنگین بود، خیلی مهم بود. گفتم در این حادثه مردم گریستن، تکان خوردن، متأثر شدن، اما خود رو نباختند. این یه حادثه ای نبود که به این سادگی رد بشه. آقای آیت الله بهشتی و 70 نفر اینا یه جا زیر آوار به اون آسفالته سخت بمانند و کشته بشن، این خیلی مهمه. عقلا بدهی آقا نمیذارن، نمیشه، قابل عمل نیست، اینجوری ها بگن، اما نگفتن. من رو اون منبر گفتم مردم با این حادثه سنگین خود رو نباختند. چرا؟ گفتم برای اینکه رهبر خود رو نباخت. گفتم این امام عاشورا که میاد دیگه رو صندلی نمیشینه، میشینه زمین. روزه خان که روزه میخونه دوش امام چشمشو گرفته و دوش امام برای گریه تکان میخورد و میلرزه. اما وقتی گفتن آقای بهشتی با علاقه ای که بهشون داشت و 70 نفر یا 72 نفر یک جا کشته شدن، اعلامیه داد. اما اولین جلسه ای که آمد مردم ببینن چهره امام چیه، هیچ. آمد نشست قرص مثل کوه، پلک چشمم اشکالود نبود، فقط گفت انا لله و انا الیه راجعون. این تکان نخورد. من بودم اون روز در اون اولی نطقی که امام بعد از قضیه دفتر حزب کرد. آقا این مثل یک آدم عادی دفعات دیگه آمد رو صندلی نشست، یه بسم الله الرحمن الرحیم گفت، یه انا لله و انا الیه راجعون گفت، حرف رو شروع کرد. امام تکان نخورد، امام خود رو نباخت، مردم هم خود رو نباختند. سوالی که در پیرامون امام باز مطرحه، تجربه نشون داده که همیشه این سیاست بازان، احزاب سیاسی، بازیگران سیاسی یا رهبری را که در مسیری حرکت میکرده سعی میکردن محاصره کنن و نقشه های خودشون را و اندیشه هایشون را به دست او پیاده کنن. امام چه ویژگی داشت که هیچ یک از این گروه ها و گروهک ها و سازمان ها و احزاب سیاسی نتونستن حتی به امام نزدیک بشن؟ بله، این اولا خدا امام رو حفظ کرد، چون مرد با ایمان بود، و به علاوه بر این امام آگاه بود، راه نمیداد، نمیپذیرفت هر کسی رو.
این از اون دوران جوانیش میگفت من در یکی از روزه های سربازخونه شرکت کرده بودم، رضا شاه اومد اونجا به عنوان یکی از عزادارها، این اونجا رفته اونا رو دیده، یه آدم قرص هم به نام مدرس اونم دیده. اون مردمان ضعیف بازیگر رو هم دیده. اینا مجموع زندگی امام کلاس‌های پی در پی بود. و جوابش اینه، امام فرد مشکوک رو راه نمیداد. دفتر امام، نزدیک شدن به امام، خلوت کردن با امام توی اتاق تنها به این حرفا نبود. چون این مرد به این کیفیت بود، خدا هم او رو یاری کرد و کسی نتونست از این مرد استفاده کنه، استفاده سو. حالا یه جمله هم در آخر بگم. یه تیکه ای رو امام نوشته بود در یکی از مقالاتش، قسم یاد کرده بود در اولش راجع به دو نفر، گفته بود به خدا قسم از اول نه با حکومت بازرگان موافق بودم نه با ریاست جمهوری بنی صدر. اینو قسم یاد کرده. با اینکه موافق نبود آمدن، آقا هم امضا کرد نخست وزیری او را و امضا کرد ریاست جمهوری او را. اگر از اول اونا رو نمی آورد، مثلا بنا بود رئیس الوزرا آقای بهشتی بشه، رئیس جمهور آقای بهشتی بشه، رئیس الوزرا فرزن آقای هاشمی رفسنجانی بشه، میکوبیدن به عناوین مختلف. اما اینا مجالی دادن به اینکه انقلاب رمقی پیدا کند. و السلام علیکم و رحمت الله. با تشکر از بیانات و خاطرات ارزنده و تاریخی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای فلسفی، به بحث امروز پایان میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.